بندگان خاص خدا بسیار دارن که خرج میکنن مزان چه خدا بزنا داده از خدا از داد خدا حق خدا میده سر و علانیت آشکارا و پنهان هم اشکارا میدن هم پنهان میدن صدقه تنهایی نیست که پنهان بده زکات تو به نیت انسان کنه زکات اگر به نیت عظیم ویدا بده من سر بازار شروع کنی به زکات دادن که فلانی بفرم فلانی بفرم فلانی بفرم اون پولدار که ما میده زکات بده که خوب کنید ولی صدقه نافله او باید خفی باشه
که یک کنار مردمه که مؤثر به اسباب المدار میگم اسباب به تبدیل به خدا و به اینو عقیده نداره که اونا کافره یک کنار مردم نه آگاهه که دور و فکر به توکل به خدا است خدا میرسه خدا تعلیم داره او برادر همین سلام را تو پیدا کردی همین دوار را تو پیدا کردی یا ما پیدا کردی همین خدا پیدا کردی همین سلام را خدا پیدا کردی حمایت جان فرض جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در مکه معزول نبودی شد اولین فرض بر او حمایت جان بود این نماز بود این روزه بود این زکات بود هیچ نفر اول بر او فرض حمایه جان که جان حمایه جان فرض است اینا مردم ناآگاه اگر به لباس علم باشد ناآگاه اگر به هر لباس باشد اینا به معنا مشکل مردم ناآگاه و نادان رسول الله صلی الله علیه و سلم باید درست مدیریت شد. این
تبلیغات ها که میکنن که مردر باید نبود میبرن ناشون رو زید میکنن چکای بی هم دروغه این هم ما فیصله کردن کسی اگر بی مرز میمونه برای که شهیده او دکتر صاحبا با زد افونی کنن روشونه زد افونی کنن بادم رو تابوت کنن که خود صاحب مردم ولی وارث باشه بعضی نمان برای برم به قبرستان بزیر کنم که اشتباه هم دور شود و کسی میگیم برو به شفاخانه خود بستر کنه قدم دیگه به شفاخانه کسی به کسی نمیرسه بودو نیز برادر جان اینا تبلیغات های روغن تا جایی که امکان داره دکتر صاحب ها خدمت میکنه ولی کمی که در این کمک هایی که میشه مدیریت درست نیست ما امیدواریم که در اینجا مسئولین شفاخانه و شفاخانه ها یک مدیریت درست داشته باشند و از دکتر صاحب ها بار دیگر من تشکر میکنم و امروز که جمعه است ساعت اجابت دعا است و ماه مبارک رمضان و خداوند به ما و شما توفیق داد که و الحمدلله به شکل توانی که داشتیم ادا کردیم از الله جل جلاله او التجا میکنیم دعا میکنیم بلکه ساعت اجابت دعا باشد که پروردگارا تو این مرض و این وبا و این بلا را از جهان اسلام خصوص از مردم افغانستان بالخصوص از هرات جای اولیا و شرف اولیا و برکت اولیایی که در هرات الله جل جلاله این مرض را قبول کند و شفا مریضانی که به این شفا مریضی گرفتارند الله جل جلاله از خزانه‌های غیب شفای عاجل علام بفرمارد خداوند در افغانستان ما صلح با عزت و امنیت رو بیارد که ما از نیت هم فارغ شیم و دوستان را باز تکرار میکنم دعا میکنم که خداوند همه ما شما را هدایت کند که ماکس بزنیم که مسئولیت داریم بیرون بشیم احتیاط بکنیم قرنطین بکنیم در همه چیزها توجه زیاد شما را خواهم الله جل جلاله همه ما را صراط المستقيم هدايتنا